چیزی به داداش من خودم بازی اون خون دارم ولی کسی نمیذاریم بکشن اینجا همه اون هستی پشتن مثل دیوار بینندگان تلویزیون کانال جدید سلام، من رضا سرلک هستم و همراه همکارم حسین خدایی‌فر برنامه دیگری از سری برنامه‌های نبع اعدام رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. در برنامه این هفته نبع اعدام گفتگویی داریم با هرمز رها در رابطه با جنبش علیه اعدام و همچنین جنبش بخشش. همچنین ویدیو کلیپی رو در همین رابطه پخش می‌کنیم. در پی فراخوان فعالین علیه اعدام، بامداد یکشنبه 9 تیر ماه مردم شهر سنندج برای جلوگیری از اعدام فوزیه جوازی تجمع کردند. با انتشار خبر اعدام فوزیه جوازی، با فراخوان فعالین علیه اعدام و فعالین اجتماعی شهر سنندج، جمعیت زیادی حدود ساعت 2 در مقابل زندان مرکزی سنندج جمع شدند. در این تجمع تعدادی از خانواده‌هایی که قبلاً قاتل‌های فرزندانشان را مورد بخشش قرار داده بودند، حضور داشتند. حضور آنها فاکتور مهمی در تقویت فضای بخشش داشت. تجمع کنندگان در طول ساعت‌هایی که در محل بودند از خانواده حبیب شیخ احمدی، فردی که توسط فوزیه جوازی به قتل رسیده است، درخواست بخشش داشتند. در نتیجه حضور چشمگیر مردم، خانواده مقتول اجرای حکم اعدام را تا یک ماه دیگر به تعویق انداختند که این فرصتی است برای رهایی این زن از طناب دار و بازگشت به زندگی. دی ممنونم با کسانی که ارمتیان داون ای قصیکتان هیا با بوتن بیفرمون من فقط ممنون یعنو مثل بلاخره امه درست زندانی درست کارگی من فرشت بس به هیچ چیز جبران او نویتون به هیچ چیز ولی ایتر امهش یک لحظه هاتی تسا من لحظه مشکلات لحظه بیرکسی لحظه بزرختی نداری یک لحظه اگر جن پشتی بمیدی چوکتا کار نگو قطعا نگر ایسا زحمت نکشا دادگاه زندان چند نفر خیرخار نزنان مالگان چون اکی دیانز سیاست مگه اولا تا کنه اولی توسن یک تیر تاسیان روشل و تیان سیاست مگه نشین حسن مگه جهر زید آنچه که به جنبش بخشش مشهور شده در ایران گسترش بیشتری می‌یابد. خانواده های اولیای دم در موارد متعددی زندانیان محکوم به اعدام را می بخشند و بدین ترتیب آنها را از بدار آویختن نجات می دهند. این بخشش ها را باید به فال نیک گرفت چرا که با قانون قرون وسطایی چشم در برابر چشم عملا مخالفت می کند. اصل چشم در برابر چشم قرن هاست به موزه سپرده شده و متضمن هیچ عدالتی نیست. این اصل متعلق به عصر بربریت و دوره قبایل و جوامع عشیرتی است. دوره‌ای که مذاهب به وجود آمدند و عدالت تنها معنی انتقام می‌داد. مذاهب مثل یک حاله مقدس این تصور انسان‌های اولیه از عدل و داد را در خود منجمد و به عصر ما منتقل کرده است و هر جا مانند جمهوری اسلامی به قدرت رسیده آن را بر جامعه حاکم کرده است. هیچ جامعه‌ای با این تصور از عدل و داد به عدالت و انصاف نرسیده است و در مقابل جنایت و بزهکاری مسئولیت پیدا نکرده است. افزون بر این، در این حرکت بخشش مخالفت با نفس اعدام نیز نهفته است.
اعدام در هر شرایطی تعرض به زندگی و حیات و حرمت انسان هاست. اعدام قتل عمد دولتی است. به خاطر محترم داشتن جان و هستی و حق حیات باید با اعدام مخالفت کرد و خواهان لغو مجازات اعدام شد. در طی 3 سال گذشته بخشش‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته است و در سال 2015 آمار بخشش‌ها به طور چشمگیری بالاتر از آمار اجرای حکم قصاص بود. مقامات ایرانی ادعا می‌کنند که مجازات قصاص یک حق خصوصی است که حکومت نمی‌تواند در مورد آن دخالت کند. طبق قانون مجازات قصاص، اولیای دم که به سن بلوغ رسیدند می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا قاتل اعدام شود یا نه. اما نمونه‌هایی موجودند که شخص متهم به قتل محکوم به اعدام شده است علی‌رغم اینکه اولیای دم بخشش را به جای مجازات اعدام انتخاب کردند. در اسفند ماه 1393 دادگاهی به وجود اینکه تنها فرزند بالغ قربانی قاتل را بخشیده بود، مرد متهم به قتل به اعدام محکوم شد، چرا که دادستان از طرف بچه‌های صغیر قربانی درخواست مجازات قصاص کرده بود. در سال 2015 بیشتر اولیای دم بخشش را به جای مجازات اعدام انتخاب کردند. گروه‌های جامعه مدنی نقش مهمی را در فرآیند گسترش بخشش‌ها داشتند. طبق آمار سیستم قضایی ایران، تعداد موارد بخشش در سال‌های 92 و 93 به ترتیب 375 و 395 نفر بوده است. همان منبع نیز تعداد موارد بخشش در 6 ماه اول سال جاری شمسی را 251 نفر اعلام کرده است. این مهم افزایش روبه رشد روند جنبش بخشش را نشان می‌دهد، اما تعداد اعدام‌ها و همه موارد بخشش از طریق رسانه‌های حکومتی اعلام نشده‌اند. سازمان حقوق بشر 142 مورد بخشش را در همان بازه زمانی 56% از 251 مورد ذکر شده توسط قوه قضاییه را مستند کرده است. تعداد کلی موارد بخشش در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال 2015 262 نفر بوده است. هرمز رها رو در استودیو داریم و میخوایم گفتگویی داشته باشیم در رابطه با جنبش بخشش در ایران و در شهرهای کردستان. هرمز رها سلام. به عنوان اولین سوال، این سوال مطرح میشه که این بخشش ها در مبارزه علیه اعدام چه جایگاهی داره؟ خب من ابتدا سلام میگم به بیننده های این برنامه و ممنون از اینکه منو به این برنامه دعوت کردین. خب در رابطه با این سوال شما که چه جایگاهی داره جنبش بخشش، جنبش بخشش یک جنبش انسانیه و میخواد جلو اجرای قوانین قصاص رو بگیره. خب این جنبش بخشی از جنبش علیه اعدامه، یعنی توی زمینه‌های مختلف، تو اینکه مردم میان به میدون میخوان کمک کنن جون یک نفر نجات بدن، تو این مسئله که جون آدما رو میبینن که عزیزه برای خانواده، برای جامعه، میخوان خشونت رو از جامعه پاک کنن، نباشه خشونت، یعنی با اعدام یک نفر خشونت جاری میشه تو جامعه، میخوان خانواده ها آسیب بیشتر نبینن. خب تمام اینا در خدمت جنبش علیه اعدامه. جنبش بخشش، خب الان که جنبش علیه اعدام خیلی به جلو اومده تو جامعه، عمومی شده، خیلی ها دخیلن، فعالیت میکنن، میان به اعدام نمیگن، از هنرمند گرفته تا ورزشکاران تا نمیدونم فیلم و سینما و دانشجوها، کارگرا، اینا میان اومدن این مدت و گفتن که اعدام شنیه، اعدام قتل عمد دولتیه، تو بیانیه‌هاشون گفتن، توی نوشته‌هاشون گفتن، تو سخنرانی‌هاشون مطرح هستش، حرف عمومی شده، یه حرفی شده تو جامعه که این عمل شنی نباید انجام بشه. این به ویژه مسئله بخشش در رابطه با قصاصه، قانون اسلامی قصاص که همون چشم در مقابل چشم، در دست در مقابل دست، و جون آدمو اینجا خب میخوان بگیرن و اختیارشو میدن در عهده خانواده مقتول، یعنی که اختیار گرفتن جون کسی دیگه، حالا قاتل هستش، ثابت شده که قتل کرده، اینو میذارن در
اختیار احساسات یه خانواده مقابل اون، که این به هر حال نه عدالتی توش هست. عدالت که میگیم، خب ما میبینیم کسایی که از نظر مالی موقعیت بهتری دارن، قطعی هم انجام داده باشن، میتونن پولی بدن که همون دیه باشه یا خونبها و از اعدام نجات پیدا کنن. کسایی هستن که پول ندارن، از نظر مالی اقتصادی و از خانوادگی درآمد آنچنانی ندارن، خب نمیتونن این دیه رو بدن، بعد اعدام بشن. عدالت توش نیست، به خاطر اینکه ما میبینیم خیلی از قتل‌ها، حتی قتل‌هایی که اتفاق افتاده، ریشه اجتماعی داره. الان مثلا تو همین موردهایی که بخشش توش انجام شده، این آخرین موردها، هیمن مصطفایی، هیمن اورامی نژاد، همین فوزیه جوازی، سغرا خلیلی، اینا مردم جمع شدن، عمدتا هم اینا تو کردستان بوده، گفتن که اعدام نباشه، میخوان اینا رو اعدام نکنین، چون اینا از مسائل اجتماعی باعث شده که اینا دست به قتل بزنن یا دست به جنایت بزنن. به هر حال مسائل اجتماعی ریشه‌شو باید از بین برد. خب مردم اینجوری میان اینو، این مسئله حربه رو از دست نظام جمهوری اسلامی میگیرن که با قوانین اسلامیش میخواد قصاص کنه و میگن که اینجا که ما زورمون میرسه، اینجا میخوایم اعدام انجام نشه. خانواده ها جمع میشن، حضور پیدا میکنن در مقابل زندان. بارها بوده توی جاهای مختلف، توی کردستان، دیوان دره، روانسر، سنندج، مریوان، مردم جمع شدن و خواستن که خانواده مقتول ببخشه و این عمل انجام نشه. به هر حال این جنبش بخشش در خدمت جنبش علیه اعدامه. جنبش علیه اعدام هرچی اومده جلوتر، میبینیم تو این دو دهه گذشته جنبش بخشش هم گسترده‌تر شده تو تمام سراسر ایران. نمونه توی نور بود که در ملأ عام بخشش انجام شد و اون به هر حال خیلی سر صدا کرد. من فکر میکنم تا این حد کافی باشه در رابطه با جنبش بخشش، که جنبشی انسانیه. بله، خب لطف کنید این مورد رو روشن کنید که آیا عفو و بخشش بالاخص در رابطه با احکام قصاص جمهوری اسلامی به نوعی تایید قوانین جمهوری اسلامی نیست؟ خب این بخشش که میخوان اعدامی انجام نشه در رابطه با اجرای قوانین قصاص، اون از خانواده مقتول میخوان بخشش کنه. بخشش از نظام یا رژیم جمهوری اسلامی نیست، بخشش در مقابل مردم اومدن پا در میونی کنن و بگن که این بخشش انجام بشه. از طرفی خانواده ای که عزیزشون به هر حال کشته شده، خب تحت فشار روحی روانی هستش که آیا اعدام انجام بشه یا نشه. جمهوری اسلامی یه کاری کرده که بیشترین فشار از یک طرف عزیزشون از دست دادن، از طرف دیگه بیشترین فشار روشونه که میخوان توی یک قتل سازماندهی شده، برنامه ریزی شده، قتل عمدی که داره انجام میشه، یعنی یکی رو میخوان اعدام کنن، اون خانواده مقتول باید شریک بشن، یعنی تو این جنایت دست داشته باشه. تا آخر عمر این براشون میمونه که ما باعث شدیم یکی رو چهار پایه رو از زیر پای یکی بکشیم. این به هر حال به نوعی مردم حق دارند که جلو اعدام عزیزشون هم بگیرن. از طرف دیگه خانواده هایی که اعدامی دارن، زیر حکم اعدام هستش، همیشه ضمن اینکه طرف 4-5 سال طرف حالا جرمی انجام داده، زیر حکم اعدام نگه میدارن، یعنی با کابوس تناب دار روزها رو سپری میکنه. خانواده هم همینطور، خانواده اون فرد. خب این خانواده حق داره به هر وسیله متوسل بشه از مردم کمک بخواد که بیان نذارین. به هر حال نانوار خانواده ما، عزیز خانواده ما، فرزند ما، شوهر ما، پدر ما رو اعدام کنن. اینه که متوسل شدن به مردم
یعنی زدن زیر اون قانون قصاص، اون نیست که به نوعی تأییدی بشه بر بخشش. هم همون که گفتم بخشش میخوان از اون خانواده که ببخشه این عمل انجام نشه، که عمدتا خانواده ها الان جامعه به جای رسیده که انسانی میبینن، برخورد میکنن، میبینن که اگر کسی دیگه در این رابطه اتفاقی که افتاده، قدی که انجام شده، کسی دیگه از بین بره، خانواده دیگه مجبورن سالیان سال متلاشی بشن، غم و نمیدونم اندوه از دست دادن از ایشونو داشته باشن تا آخر عمر. من فکر میکنم که به نوعی همسویی با قوانین جمهوری اسلامی نیست، زدن زیر اون قوانینه. درست. جمهوری اسلامی با اجرای قانون اساس مردم و خانواده قاتل و مقتول رو مقابل هم قرار میده و به نوعی اجرای قوانین رو به احساسات افراد جامعه محول میکنه. میخواستم نظر شما رو بدونم راجع به دیه و خونبه ها. دیگه و خونبه ها خب یک ارزشیه گذاشتن که بگن خانواده مقتول تعیین میکنه این مبلغ خون بچه ما، عزیز ما، کسی، فردی از خانواده ما اعدام شده، این مبلغه. در واقع روی جون آدم ها قیمت گذاشتنه. این نه انسانیه، نه عادلانه است. همچون گفتیم بعضی ها از ذره مال و اموال و امکانات اقتصادی دارن، یکی نداره. نه انسانیه، نه نمیدونم عادلانه است. نه اینکه به اون بهانه ها اعدام میکنن، میگن که ما میخوایم امنیت به جامعه برگردونیم یا میخوایم عدالت اجرا کنیم. هیچ کدوم از اینا نیست. مردم هم به مرور این مدت فهمیدن که این نه عدالت توشه، نه درشون به حال امنیت جامعه سوخته، چون میبینیم که مردم هم به تجربه دیدن که این همه اعدام چه نتیجه داره. جنایت، جرم و جنایت بیشتر شده، ریشهش یه چیز دیگه است. اینه که مقایسه میکنن با کشورهایی که اصلا اعدام توش نیست، میگن خب این همه اعدام شده نتیجهش اینه، ولی تو اون کشورها که اعدام نیست جرم و جنایت کمتره. اینی که دیه، من فکر میکنم خب یه چیز غیر انسانیه، یک چیزیه که منتها اینجا خب خانواده ای که میخواد عزیزش رو نجات بده زیر تیغ اعدام از تناب دار، به هر وسیله متوسل میشه، میخواد حتی پول جمع کنه، باز به مردم متوسل میشه، میگه بیاین پول بدین، کمک کنین، این مبلغ رو ما جمع کنیم بتونیم جلو اعدام بگیریم. خب اونا مجازند، ولی ما به عنوان نهاد، یک نهاد، کمیته بین المللی علیه اعدام، تو این امر دخالت نمی کنیم توی جمع‌آوری پول به عنوان دیه، چون یک مسئولیت بزرگیه. ولی خب این یک امر شخصی، یه عمل اجتماعیه، میتونن آدما کمک کنن، همچنان که میبینیم ورزشکارا فراخوان میدن، هنرمندا که بیاین این پول جمع کنین این فرد اعدام نشه. این یک کاریه که جلو اون اعدام باز بگیرن، ولی خب متاسفانه اینجوریه. قوانین قرون وسطایی که حاکم شده توی جامعه، قوه قضاییه اینو پیش میبره. این به خاطر اینه که بتونن بگن ما جامعه اسلامی داریم، قوانینمون هم اینجوریه، الهیه. ولی خب این چنین با جون آدما بازی میکنن، قیمت گذاری میکنن، که این اصلا طرفی که این آخرین مورد، همین یکی دو مورد قبل، هیمن مصطفایی، اون خانواده اصلا گفتن ما دیه هم نمیخوایم ولی میبخشیم. خب بعضی هم هستن اینجوری، یعنی نه پول میگیرن، چون میدونن این پول گرفتن به نوعی توهین به اون خانواده است. درسته خیلی ها احتیاج دارند، خانواده ها، که این پولو بگیرن، نانور خونشون از دست دادن، میخوان این کمک، این پولو بگیرن، این کمکی بشه به اقتصاد خانواده. ولی خب خانواده های هم اصلا پول نمیگیرن، چون میدونن که این پولو بگیرن به نوعی خودشون ارزش گذاشتن روی خون اون طرفیش عزیزی که از دست دادن، به قتل رسیده. من فکر میکنم این مسئله دیگه اینجوریه که یک امر شخصیه و یک عمل اجتماعی هم میتونه باشه،
و کسی میتونه کمک کنه یکی رو از مرگ نجات بده، خب مجاز این کارو بکنه. درست. مورد تایید است که دیه از نظر قانونی اینچنین آمده، قانون مال عهد عتیقه. بله. به عنوان آخرین سوال که اگر لطف کنید در چند دقیقه توضیح بدید که چشماندازتون رو، چشمانداز مبارزه علیه اعدام و همچنین جنبش بخشش رو چگونه میبینید؟ خب همونجور که من در ابتدا همون سوال اول گفتم، یک جنبش عمومیه، جنبش علیه اعدام یک جنبشی شده که فراگیر شده، توی این مدت اعدام هایی انجام شده توی این 40 سال. هر خانواده رو میبینی به نوعی یک فرد از خانواده یا بستگان یا نزدیکانش اعدام شده. خب اثراتش رو تو جامعه دیدن که چه فجایعی به بار میاره. خانواده هایی رو دیدن که متلاشی شدن از زانشون وقتی اعدام شدن. خب این مسئله اومدن خیلی ها که فعالیت کنن، بنویسن، نمیدونم گفتگو کنن، فیلم درست کنن، بیان نشون بدن که این اعدام چاره کار نیست، صورت مسئله رو میخوان پاک کنن تو جامعه، میخوان مردم رو بترسونن تو جامعه. رهبرای کارگری رو گرفتن از سال دهه 60 اعدام کردن، فعالین سیاسی رو، اونایی که فعالین گروه ها و تشکیلات های مختلف بودن، به بهانه به جرم مواد مخدر اعدام کردن، کودکان زیر سن اعدام کردن. خب کسی که قتل کرده، همین دو تا خانومی که نوشتیم فوزی جوازی توی صحبت ها بودش و یا سغرا خلیلی، دو تاشون هم بچه دارن، اینا در اثر مسائل مشکلات خانوادگی اجتماعی در جبل خانوادگی، خب دست به جنایت، حالا قتل زدن، همسرشون رو کشتن. خب اینا به هر حال مردم دیدن، کمپین هایی رو دیدن که ریحان جباری، کمپین های بزرگی که همین کمیته بین‌المللی علیه اعدام سازمان داده، تمامی این فعالیت ها به اینجا رسیده که یک جنبش مطرح، یک جنبش عمومی که خیلی از شخصیت های سیاسی الان دیگه نمیتونن بگن که اعدام خوبه، چون این همه کار شده، این همه فعالیت شده، و اینه که خیلی ها دیگه میگن که اعدام خوب نیست، نباید بشه. دنیا رو میبینن که جهان متمدن چطوری برخورد میکنه به مجرم، به متهم. اینه که چشمنداز اینه آینده ایران آینده باشه بدون اعدام. رژیم هایی که میان سر کار، خب این خواست عمومی مردم رو نمیتونن ندید بگیرن، ازش بگذرن، یا بیان به بهانه های باز که داشتن، خدا، شاه، میهن، یا مثلا سرزمین، بیان دوباره بگن که تو جاسوس بودی، تو نمیدونم اینجا به ملت خیانت کردی، اینجا توهین کردی به اسلام و مذهب و مرتد هستی. به این بهانه ها دیگه نمیشه، چون 40 سال شده مردم در مقابلش وایستادن توی زمینه های مختلف، از مادران خاوران گرفته، مادرهای مختلف دهه 80، سال 88، سال 78، همین سال 96، همین آخرین موردش علیرضا شیر محمدی که ایشون جوان 21 ساله تو زندان کشتن، سیاسی بود، توی به هر حال اینترنت فضای مجازی مطالبی رو نوشته بود. خب اینو مردم دیدن که بعد عقیده آزاد باشه، بعد فعالیت سیاسی آزاد باشه، تشکیلات آزاد باشن، گروه ها، احزاب، این تمام اینا که با سد اعدام مواجه بوده، دستگیری، شکنجه و اعدام مواجه بوده، اینا خب باید برطرف بشه. آینده ایران آینده ای من فکر میکنم که بدون اعدام باشه، که مشکلات عدیده ای رو تا حالا برای جامعه ایران به وجود آورده. به امید ریشه‌کن شدن اعدام. ممنون از شما هرمز رها که در این برنامه همراه ما بودید. بینندگان تلویزیون کانال جدید، ممنون که تا بدین لحظه هم همراه ما بودید. تا برنامه بعدی، روز روزگار خوش.